سلام بر تمامی شما عزیزان دل، آرزو میکنم صحت و سرحال باشین و سال نو خورشیدی را یعنی سال 1398 را بر تمام شما از صمیم قلب تبریک میگم و این سال را بر کسانی که ما را از طریق یوتیوب چینل خورشید بیننده هستند بر از اونام خاصتا تبریک باشه. با ما همراه باشین با پشت صحنه از ویژه برنامه قسیم و مژده، ببینیم که چی اتفاقات جالب رخ داده در پشت صحنه از این برنامه و صحبت ها را با قسیم جان و مژده جان هم فراموش نکنین، البته با من. هر برنامه بزرگ یک تهیه کننده می داشته باشه و تهیه کننده این برنامه بزرگ امی جان حبیب زاده است که همراه قسیم جان مصروف ازی هستند که بتونن جالب ترین برنامه را داشته باشن. بیاین با ما یک جا. سلام بر شما، اجازه است؟ فقط یک دو دقیقه اجازه است؟ السلام علیکم قسیم جان، خوب هستی؟ ساعت خوب بخیر هستی؟ قراری است امی جان؟ سلام بر سلام. سلام مجیب جان، خوب هستی؟ خوب هستی قسیم جان؟ قربانک چم. خوش آمدی به خورشید گروپ اول پیوستی. سلامت باشی. اجازه است ما بشینم؟ چای کدام چیز اشتیا داریم؟ زنده باش، تشکر. ما قبلا حرفای مژده جان داشتم و فکر کنم حالا مصروف هستن که آماده میشن. خب اولین حرفایت می داشته باشیم از اینکه با خورشید گروپ یک جا. بخیر باشی، بخیر باشی مجیب جان. خیلی تشکر از خودت که لطف کردی آمدی. این اولین بار است که ما یکم کی مهم شدیم. نه بله، اگر دیگه وقت متفاوت مهم ده بلا وای سره که اگر تو کومار کد موتر میبینن استرنگ میزنن ده جوی مندازن. شما که از ما مصاحبه میکنین خیلی لطف میکنین، شما میتونید نظر حتا افتخار میبخشین و خوش آمدی خودت به کانادا و همچنان نمی جان. ما زمانات از گرفتیم که کانادا میارم تا پیدن مجدم اگم نکریزی نه خمی افغانو که معمولا بیگان چیزا میرن باز فرار میکنن. این خود بازمیت قسم خورده جالبه است که برم بدون ویزا آورده در بایی که قسیم ایره تریپاد گفت آورده بشه خود این رقمی گرفته بود. خب قسیم جان، در مورد از اینکه کارت با خورشید آغاز کرد. بسیار خوب، میخواین که بگویم بسیار خوب، بسیار عالی. یعنی من تو فکر میکنم که ما واقعا امروز یک کسی هستم که حداقل امی صفر خود یک ساختیم. بسیار سیاسی خو نگفتم. نه ورق کم پایین کن. نه این ورق ما میخواستیم. خب درست است. ما مجیب جان تا بس که خب ما بدون از یک جذابیت خاص خود دارم. دیگه بسیار خوشحال هستم که با خورشید گروپ جوین کردیم دوباره. قریب گفته بودم چون این بار دوم است ما مصاحبه میتیم. بسیار خوب بود، همکارا، همه تیم، همی جان عزیز، دایرکتر ما آسیب جان، اسماعیل جان سنگین که لطف کردن. قسم ایزم ما میخورم که انشالله ایام نمک ریزه چون ایرام کانادا آوردیم. و ما امیده گفتم این رقم کدمه گفتم این خوب شد. اولین بار است که امیده در کشورهای میبینه که برنامه مدر ندیده غیر در برنامه کار نفسش برامد در بقلش افغانچ ماشین اولدنگ این این موضوعات بوده غیر در کارخانه چوب در یاق بوده دیگه به این خاطر این کدمه اول آمد یک زرگک نامه همین جانی توصیف کنه یا که مجیب جان خود بهتر میدونی که ما چه مسئولیتی هم زیاد است، اما بازم با قسیم جان افتخار میکنیم، کار میکنیم. یک بچه خیلی خوب گذاشته شوخی، یک آدمه که خیلی حوصله‌مند است، اخلاق خیلی خوب داره. حوصله‌مند شد دروغ میگه، اخلاق خوب است ایسا کم تو دارم. فکر کنم کم مغرور شدی. مغرور نشدی. مجیب جان اگه حوصله‌ام نداشته باشم من با حوصله‌ام احساس میشم. ما از این بدر به حوصله اردوی ما جور میم راست بگم در روز سبت و پیش از سبت و میفهمی که این مسائل پیش میاد، جنگ و دعوا و غال مغال بارا شده که مثلا قسیم غال مغال که ورقه را انداخته اینه متخیز در اخیه ما ورقه را برشن راست میگم؟ نه یه دروغ میگیره دروغ میگه مگم نه امید خوب بسار وقت دوز داشتن. من بدون از پیش از اینکه من بخورشید بیایم امید یک برنامه شد دوست داشتیم مجیب جان. همیشه یک بچه هم تو اولین باری که ما شما دیدیم بدون شد ما یک قسم دبای نظافه بس طوری مالو شد. نه خودت گپ تلایده است، خودت گپ تلایده است، خودت دوز خودت تیره نتاق است دیجا ما میمان استیم. خب در مورد برنامه قسیم مجده نه زنده باشیم در مورد ویژه برنامه قسیم مجده باشیم. بله مجده ینگیت است یک دقیقه اول همین مزار سال و خواستیم که یک کار متفاوت بکنیم. هیچ گاهی ما در با مژده جان در اسکرین نبودیم، نه تنها که مژده جان، با همی جان در اسکرین نبودیم. با کاندیدای ریاست جمهوری میخواهیم باشیم می پروگرام، نه تنها که مژده جان، وکلای پارلمان است، دی تمام دوستا است، یکی از بزرگترین برنامه های افغانستان ما میخواهیم بسازیم شه و انشالله به شب نوروز همه دوستا آماده باشن تا یک دو ساعت همه تو ببینن کیف کنن و ساعت هشت شب همه تو لذت ببرن. مژده آماده شده؟ مژده آماده شده. چرا پیش از پیش انگیت میگی؟ خب ما قبلا پیش از پیش شده نه یا نکاح قرارداد شده مجیب جان. ما تا کانادا آمدیم
ای خودش واضح میسازه که یعنی قبول کرده یعنی ما را کس نکنادام نیمون دقیق ولی مژده جانم بسیار دختر دوست داشتنی بسیار دختر قند هم سفر زندگیم خانم مژده ابراهیمی چون خبر داره خودش خانم مژده ابراهیمی واقعا دوست داشتنی است و امی جان بسیار واقعا همکاری میکنن بسیار توافیرن هم همکاری کردن خیلی تشکر امی جان زنده باشین یعنی بسیار یک بچه دوست داشتنی هستن در مورد کارهای جدیدتون که با خورشید می داشته باشین بخیر بعد از این برنامه بزن پلان ما امی است که حتی امی همکارا به این فکر هستن که میگن این برنامه را که جور میکنی میره همکارا به این گفت یقین دارن مجیب جان عزیز امی تیمی که امراشان کار کردیم توافیلا کار میکنیم واو سعی کنین این کفترا اولا پرنده اینا افتخار خود با دم چهار دو بغل میگردن نمایانگر سال آزادی است واقعیتم دیگه میخواییم که بعد از این هم از این که بالاتر پروگرام داشته باشیم یعنی بزرگتر باشه و باز هم مژده جان همراه ما باشه مژده جان اگه مشکل نداشته باشه آروسی هم بخواییم همراهی شو حاضر است ما هم آده هستم یک بار خواه میزنم اوجی باش مژده بیای باز ما میگم که گپارا بزنم حالا مژده نیست هر چی که پیش میاد خوش میاد گفت بیان یک جا استاد میشیم و ایرا میگیم که تایی که مژده جان می کوتاه در مورد برنامه با اونم حرفای می داشته باشیم و بعد از حرفای مژده جان شما تصاویر از لحظات آغازین برنامه یعنی کوتاه را ببینین دوباره با زود زود با مژده برمیگردیم چطور خب ببینیم که روز زدی بعد سلام اگه موافق اونم باشه تو بز وقت میت میری خب ببینید که مژده جان چی میکنه و منتظر هستیم خب کارا جریان داره و مژده جانم تصاویرش می داشته باشیم که آمدن بیاین مژده جان سلام سلام مژده جان خوب هستی که دیگه کس قبل اجازه نداریم به با کم از این طرف خوش شما گپ بزنیم ما میایم پس من محرم هستم من پرودوسر هستم من محرم هستم باش که ما این طرف بیم سلام کم نزدیک سلام خوب هستین ساعتون خوب خسته نباشین خب فکر کنم که آمادگی گرفتین بله بله آمادگی گرفتیم ما کارا رو تقریبا تا نکاخونه رو ببخشید ما باید پرسان کنیم کارا رو کجا رسید صحیح مشکل نیست خب کارا خب کارا در کجا رسید کارا ما فقط ملا رو خواستیم که نکار رو بسته کنه بخواید پیسه و اوتل نیست اوتل نیست و خواستیم که خرج خرابات اوتل خودتان بکنین و بهترین منیو رو چکده ما دختر خیل باید مصرف بکنن اوکی من نفهمیدم که ما در این دستیم خب آمادگی آمتام دارین بخری بری برنامه حتما بله قسیم جان آماده آماده هستی بله آماده برد سر برنامه بدون شک ما آماده هستم و یک تجربه نو برای مژده جان بله خب بیاین در نخست تصاویر از لحظات آغازین از این برنامه را میبینیم با هم یک جا خب شما بفرمایید که نوخت برنامه کمید است بله اگه چای میخورین اکسی گلاس برام زنده باشه بریم مژده جان بریم ما گفتم چقدر میمونه واسه شما از تلویزیون جهانی خورشید برای نخستین بار فراموش نکنید برنامه قسیم و مژده را مژده کسی که هزاران کیلومتر را طی کرد و بالاخره آمد به افغانستان و در کنار ما هست خیلی خوشحال هستم و خیلی خرسند هستم که یک دختر مقبول جذاب شیک هر قدر که تعریف شکنم هنوزم کم است حتی تصویربردار قبل از اینکه صمیم جان کار ما را آغاز کنه کمرر از مژده جان آغاز کرد دیگه خب دیگه سینه ما کهنه است و چهره ما دیگه ما نایفون ما پیر شدیم یادم پالی مژده جان اصلا ما دیگه هیچ معلوم نمیشم سلام بر خودت سال نو تبریک
یک خوش آمدی به افغانستان. سلام مجیب جان، بسیار تشکر از اینکه باز هم مرا دعوت کردین در تلویزیون خورشید و باز هم امرای خودت ایجا ششتیم. بسیار همیشه لذت میبرم از آمدن ایجا در کابل، یعنی میبینم که همگی افغان ها دور پیش ما از بسیار زیاد لذت میبرم از امی که پست مملکت خود میایم. اگرچه بسیار طولانی است سفر عین از اون طرف دنیا مثل که شما گفتین، اما میارزه. خب از سمین جان خواهش میکنم که یک تصویر مکمل سر تا پا از مژده جان بگیره، بر کسایی که علاقه مندانش هست مثل ما یک بار خوب سیم تو مقبول ببینش. نام خلاش نه واقعا گفته خارجی کیوت شدی. ثانک یو، تشکر مجیب جان. من میفهمین که لباسای ما مادرم تنظیم میکنه و مادرم میخره و یگان دفعه مادرم خودش میدوزه و درست میکنه، سو باید کردیت برای مادرم بره که من هیچ یاد ندارم سه لباس، صفر هستم. بله، این اولین دختر خانم است که اقرار کرد و این راز گفت. و شاپینگ هم سردرد میشم دیگه، شاپینگ مالم خوش ندارم، سو ما بیچاره دیگه غیر از اینکه مادرم مرا لباسای مجبور کرد. واقعا مادر جان دوست داشتنی داره که قسم لباسای شیک برات انتخاب. آ نه راستی، ما بسیار دوست داشتنی است. فکر کنم که محبت مردم افغانستان مژده جان را به این کشور کشوند و چگونه بود فضای افغانستان بعد از یکی دو سال که آمدی دوباره؟ دو سال مکمل شد از وقتی که دفعه پیشتر باز هم در خورشید آمده بودیم که یک کانسرت بسیار فوق العاده که واو چی یک استیج برام درست کرده بودین، استیج مقبول ترین استیج که من خودم وقتی که پس رفتم در کانادا، امی رکورد کمپانی موجا خارجی هستن اروپایی ها و کانادا گفتن که افغانستان است، دروغ نگو. گفتم چی فکر کردی خورشید است؟ یک جیس را برات بگم که بر من خودم هم جالب بود. زمانی که تهیه کننده برنامه دهکده موسیقی و میوزیک ولج من یک روز که پرسام نکرد کدام آهنگ اول میگیرم، من میگم آهنگ جرجون مژده جان. جرجون خوشتانم. خب اولی که میفهمین که میفهمین که جرجو اصل از او جان سرخوش است که من علاقمند خاصش هستم و همیشه گوش میکردم. چیزی که گوش میکنم زیاد خوشم میاد، میخوایم که بخوانم. خب پشت صحنه از اگه تصویر بردارم چند سال مکمل ما را میگه تلفون تا سایلنت که از خودش تلفونش هست. خب به هر صورت مژده جان با چی توفی آمدین به برنامه یا هم ویژه برنامه قسیم و مژده؟ اولی که بسیار زیاد باز هم خوش هستم که در داخل مملکتم پس دوباره آمدیم بعد از دو سال، اما قسیم جان او وقتی که من خبر شدم که برنامه رو داره و دیگه فهمیدم که برنامه رو پیش میبره، گفتم باید باشم. اولی که من علاقمند بسیار خاص قسیم جان هستم، یعنی یکی از بزرگترین شخصیت های ما دیگه هیچ سی انترتینمنت. نه مجیب جان گفتم یکی از سو فنشان هستم دیگه، بسیار زیاد علاقه داشتم امرشان کار کنم دیگه. بالاخره امو زمینه اردیتون موفق شدیم یا قسیم موفق شد؟ نه خو قسیم جان مرا همی چانس داد که امرایش برنامه رو پیش ببرم. اگه نه قسیم جان کسی ضرورت نداره که برنامه رو کتیش پیش ببره، اما اونمو چانسی که برام داد بسیار زیاد خوش شدم و ای که ما فنش هستم و علاقه مندش هستم ای بسیار خوش گذشت و ما بسیار راحت بودم که تیش سر استیج هر کار رو میکرد مام نگرد. خب من برنامه تون از نزدیک دیدم، واقعا خیلی جالب و دیدنی بود. کدام بخش از برنامه خوشتان آمد؟ کلش ما اقه خنده کردیم، امی کارهایی که میکرد، ما بسیار کوشش میکردم که جدی امو سکرپت امراش پیش ببرم، اما یک خنده گرفته بودم انتایر تایم. باز یک بخشی که راستی زیاد خوشم آمد که من نتونستم سعی ببینم، من پشت صحنه بودم، اما خنده که از آدینس میامد و از کنترول روم که امو بخشی که مادرم سر استیج رفت. واقعا خیلی جالب بود. خب مژده جان بر ما ایره بگوین که در طول این دو سال در کارهای هنریتان چه تغییرات آمده؟ فکر کنم شاید یادت باشه که من گفته بودم مژده جان گلونت آمده است که لایو بخونی، گفت گلونم همیشه آماده است. یه یادم هست مجیب جان، من گفتم دو سال پیش بود دیگه آدم پیر میشه صدای شوازش مگم هیچ اصلا فکر نمیکنم. من ایره میگم که نسبت به دو سال پیش هنوزم جوانتر شد. تشکر. این لایتینگ شماست؟ نه از دل صاف میگم. تشکر مجیب جان، thank you. خب مادرم هست که همیشه ویتامین های مشاوی که میتا پیش از خواب TMI. خب از امون خاطر دیگه متوجه ماست زیاد مایی میتا برم سشیمی و چیزا و جه بسیار مشهور است جاپانیز فود ماست بسیار خوب چیز است. خب میگه که مادر جانش متوجه شد.
خب مژده جان، اگر تصمیم گرفته باشین که آهنگ دوگانه بخونید، دوست دارین که با کی بخونید؟ آهنگ دوگانه میشه که چهار گانه باشه، مشکلی نیست. با کی؟ امرای غزل جان سادات، سیتا جان قاسمی، شبانه جان. خب یکی بود دیگه. آرزو جان نگبین. منم جای کنن بسیار خوش میشم. از آواز کدام هنرمند افغانستان در گذشته و حالا دوست داری؟ غزل جان نایت. از گذشته؟ از گذشته احمد زایر خود 100%، او را همگی میگن احمد زایر و احمد ولی دیگه، استاد موش او خانم پرستو. خب او یادش رفته بود. نه فراد دریا، او مای گاد. اما ما باید یک چیز بگویم که باید امی کسایی که راستی در حسه هنر بسیار زحمت کشیدن و بسیار زیاد، یعنی به سوی فراد جان دریاستان که کم استن و یکیز، اونا بایس لجند واره مردم. مثلا کلیگی میگه احمد زایر و مرحوم احمد زایر، اما من فکر میکنم که یکان لجند هایی که زنده استن اینا را باید اپریشیت کنیم. بله. خب در صفحات اجتماعی از کارا و فعالیت هایتان میدین، واقعا خیلی خرسند میشدیم در مورد کارهای هنری که روی دست دارین، کارهای جدیدی که روی دست دارین، در مورد تحصیلات کردین. کسایی که ما را بیننده هستن با اونامش یک شریک بسازن. خب کارهای هنری دیگه که شروع کردیم تقریبا یک سال میشد، یک و نیم سال میشد، اکتینگ در هالیوود که یک چند برنامه را بسیار طولانی سیگه. ما یک چیز مثلا میرم آدیشن میکنم، بازو پارت میگیرم، باز تقریبا یک سال بعد برنامه مبرایه. وقتی که آدیشن میکنم میگه اوه ایم آن ده سیت اف اینی برنامه، برنامه بسیار بزرگ از اوجا، باز میفهنا میگن که خود چی وقت ریلیس میشه؟ میگم یک سال بعد. ما خودم هم یادم میره او که یکان تش که ریلیس شده میشه که نفهمیدم. بله. خب ای را خو اعتراف میکنیم که واقعا خوش استایل هستین، خوش لباس هستین، خوش چهره هستین. حرف دل مژده بر کسایی که علاقمندش هست؟ حرف دل خودم برای علاقمند هایم، من میگم که با یکی دیگه زیاد با یکی دیگه احترام قائل کنین، با هر چیز زنده جات، صحیح گفتم؟ با هر زنده جات، هر چیزی که یعنی زنده جان، زنده جان به هر زنده جان احترام داشته باشین و برای خود احترام داشته باشین و همچنان مثبت فکر کنین. صبح که از خواب میخیزین مثلا ایوازی که منفی فکر کنین، مثبت فکر کنین، باور کنین که امروز روزتان بسیار خوش تیر میشه. دیگه تحصیلات، ما همیشه گفتیم تحصیلات مهمترین چیز است، یک چیز است که هیچ کس از پیش آدم گرفته نمیتونه. بله. و یک از علاقمندان سرسختان که من هستم، گپای دختر مقبوله کی نمیکنن، شما هم که بیننده هستین حتما و گپش میکنین. خب بازم تشکر، افتخار بخشیدین، خوش آمدین به افغانستان و خورشید گروپ افتخار ازیره داره که شما تانستین بیاین به افغانستان و برنامه شما رو ما داشته باشیم. البته برنامه قسیم و مژده حتما حتما بیننده باشین و حرفای مژده جان هم در مورد این برنامه میشنویم. بعدش کوشش میکنم که برم قسیم جان که مصروف است پیدا. او بسیار مصروف است. گود لک. آرزوی موفقیت میکنم. بازم شمایی که ما را از طریق یوتیوب چینل بیننده هستین، صفحه ما را لایک کنین. تا دیدار بعد، علای آرمدگار همه ایتان. اما دور نرین، من کوشش میکنم که قسیم جان را پیدا کنم.